چه فارماسوتیکال نالج از سری مباحث اندوکرینولوژی امروز میخوام به دیابت انسیپیدوس دیابتیز انسیپیدوس بپردازیم. لطفا ویدیوهای ما رو لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین با دوستانتون که براتون اهمیت دارن. حتما شیر کنین ویدیوهای ما رو چون به خوبی میتونن ازش استفاده کنن، مخصوصا الان که دوران کرونا است و دانشگاه ها تعطیله و دوره امتحان است و ویدیوهای ما خیلی جذابه. لطفا سابسکرایب آن یوتیوب چنل PHF Study Gang یوتیوب چنل برای اینکه بتونین ویدیوها رو کامل ببینین. دیابتیک انسیپیدوس به خاطر کمبود ADH آنتی دیورتیک هورمون یا به علت عدم جواب به آنتی دیورتیک هورمون در بدن به وجود میاد. حالا یعنی چی همه اینها؟ پس قاعدتا آنتی دیورتیک هورمون بعد از یه جایی ترشح بشه و بعد بیاد روی نفرون ها، روی یک جایی از نفرون ها که کجا هست؟ کلکتینگ داکتس در کیدنی و نفرون ها اثر بذاره و باعث بشه که آب آنتی دیورتیک، اسمش روشه دیگه، ضد ادرار، پس باعث میشه که آب از کلکتینگ داکتس برگرده توی خون و ریابزورب بشه و ادرار غلیظ بشه. پس بنابراین داشتن دیابتیز انسیپیدوس باعث میشه که ADH نتونه، حالا یا کمتر ترشح میشه یا کلیه بهش پاسخ نمیده. دو تا علت داشت، یا ADH نداریم یا اگر داریم بهش پاسخ نمیده کلیه. پس ADH یا نداریم یا اینکه روی کلکتینگ داکت ها وقتی میاد اثر بذاره خب اثر نمیکنه، بنابراین نمیتونه کلیه کانسنتریت یورین، پس ادرار ما غلیظ نمیشه، آب اضافه از داخل ادرار جمع نمیشه و ریابزورب نمیشه داخل خون، ریابزورب واتر فرام یورین نداریم، پس ادرار خیلی رقیقی داریم، هایپوسمولار داریم، مدام و بریم دستشویی، پلی یورینیشن داریم، پلی دیپسیا داریم، به خاطر اینکه پلی یورینیشن داریم، هر موقع یادتون باشه هر موقع پلی یورینیشن داریم پلی دیپسیا پشتش میاد. حالا یک سوال خیلی خیلی مهم، آیا به نظر شما اینجا گلوکوزوریا داریم؟ خیر، اسمش دیابت انسیپیدوسه ولی هیچ ربطی به قند نداره. ما در داخل ادرار قند نمیبینیم، ما در داخل ادرار کتون بادیز نمیبینیم، فقط پولیوریا داریم، پولیدیپسیا داریم. آره، پولیفیژیا داریم، خیر، پرستیژیا داریم، خیر، گلوکوزوریا داریم، خیر، کتونوریا داریم، خیر. اوکی، فقط دو تا چیز داریم، پولیوریا سو پولیدیپسیا. وقتی پولیوریا داریم و پولیدیپسیا یعنی بدن دهیدرات است، دهیدریشن داریم قطعا. اوکی، پس نمیتونیم concentrating urine انجام نمیشه. حالا ببینیم چرا این اتفاق میفته، چه جوری ADH نیست یا چرا کلیه به ADH جواب نمیده. توی overview اندوکرینولوژی، کلا سیستم اندوکرینولوژی و غدد برونریز حتما صحبتش رو میکنیم، ولی همین الان بدونین هیپوتالاموس سه چیزای برای خودش ترشح میکنه، یک سری هورمون هایی برای خودش ترشح میکنه، یا این هورمون ها وارد posterior pituitary gland میشن یا وارد anterior pituitary gland میشن. پس از هایپوتالاموس میرن تو pituitary gland. pituitary gland دو بخشه، anterior pituitary gland and posterior pituitary gland. اگر وارد anterior pituitary gland بشن، anterior pituitary gland دوباره خودش یه سری چیزای دیگه ای ترشح میکنه. یادتونه ما تیروید رو با هم خوندیم، هیپوتالاموس TRH ترشح میکنه، وارد میشه TRH به anterior pituitary gland و anterior pituitary gland TSH ترشح میکنه و حالا TSH میره روی قده تیروید میشنه و باعث میشه که T3 و T4 ترشح بشه. پس دو تا هورمون ترشح شد، TRH TSH در anterior pituitary gland. ولی اگر هیپوتالاموس سه چیزهای ترشح کنه مثل ADH anti diuretic hormone، این anti diuretic hormone مستقیما میاد وارد posterior pituitary gland میشه و دیگه اینجا پیتوتری گلند چیزی ترشح نمی کنه و وظیفه انتقال رو فقط بر عهده داره. پس ADH از هایپوتالاموس ترشح میشه وارد پوستریور پیتوتری گلند میشه و مستقیم وارد خون میشه، جریان خون میشه. نام دیگر ADH وازوپرسینه. وازوپرسین در داخل خون ترشح شده از پوستریور پیتوتری گلند. حالا چه اتفاقی میفته؟ من این تیکر خیلی دوست دارم شخصا چون همه جا به درد میخوره، در کاردیوواسکولار به درد میخوره، در فشار خون به درد میخوره، در هایپرتنشن به درد میخوره، در اصولا تمام مباحثی که مربوط به نفرولوژی به درد میخوره. پس خوب یاد بگیریم، میاد و وارد در واقع عروق خونی، رگی که سرخگی که وارد کپسول بومن و وارد نفرون ها میشه، بهش میگن افرنت آرتریول، افرنت یا افرنت آرتریول، این اسمشو خوب یاد بگیرن. افرنت آرتریول میاد و یه گره خونی، یه بافتنی، یه گله خونی درست میکنه به اسم گلومریولوس. گلومریولوس
چیکار میکنه؟ فیلتر میکنه. وظیفه فیلتر کردن هر آنچه که وجود داره در کپسول بوون. بوون کپسول بالاش نوشیم بی سی. اوکی؟ فیلتر میکنه چه چیزهایی؟ H2O، آب، انای مثبت، متابولیت های دارویی، خیلی چیزا رو فیلتر میکنه. هر چیز به درد نخوری که به نظرش میاد رو فیلتر میکنه با فشار زیاد در داخل کپسول بوون. من الان میگم به درد نخور، ولی آنچه که به درد بخوره دوباره ری ابزورب میشه. خب پس این فیلتر میکنه و وقتی خواست خارج بشه، رگی که خارج بشه بهش میگن efferent arteriole. efferent arteriole. اوکی، efferent arteriole خارج میشه از کپسول بوون و میبینیم که در ادامه میاد همین جور در کنار نفرون راه خودش رو ادامه میده و در کنار نفرون حضور داره به رنگ نارنجی، برای اینکه اگر چیزی لازم بود ما برگردونیم و ریابزورب کنیم سریعا این کار انجام بده. خیلی خوب. Subscribe on our YouTube channel and ring the bell. میرسیم به proximal convoluted tubule یا همون لوله نزدیک. در لوله نزدیک 90% آبی که فیلتر شده ریابزورب میشه و این خیلی مهمه. 90% آبی که فیلتر شده در کپسول بوون و برگرده، من که ما دهیدراته میشیم اگه برنگرده. پس 90% آب توسط آکوپورین پمپ ها برمیگرده، آکوپورین 1. آکوپورین 1 پس در پروکسیمال کانوولوتد تیوبول قرار داره که باعث میشه 90% آبی که اینجا فیلتر شد دوباره ریابزورب بشه و برگره به جریان خون. بعد میرسیم به لوله هنله که اینجا پیچ هنله رو نشون نداده و دوباره میرسیم به دیستال convoluted tubule و بعد میرسیم به collecting duct. دوباره و دوباره ADH در collecting tubule باعث میشه که آب اون 10% باقی موندهش توسط پمپ های آکوپورین 2 باز جذب بشه و برگرده داخل خون. پس ADH یا وازوپرسین کجاها تأثیر میذاره روی نفرون؟ 1 روی collecting tubule، 2 روی proximal convoluted tubule. پس دو جا اثر میذاره. در proximal convoluted tubule 90% آب باز جذب میشه و در collecting tubule 10% آبی که مونده بقیهش هم باز جذب میشه و برمیگرده به جریان خون. یه نمونه نفرون هم گذاشتیم که اگر که آناتومی نفرون یادتون رفته حتما ببینین. efferent arteriole رو ببینین، afferent arteriole رو ببینین، proximal convoluted tubule و همچنین distal convoluted tubule و همچنین urine duct، اینا رو ببینین. خوب یادتون باشه فقط الان یه چیز فهمیم، اگر ADH نباشه که روی proximal convoluted tubule و روی collecting duct اثر بذاره، اگر ADH نباشه یا این دوتا قسمت به ADH جواب ندن، ما یک ادرار رقیق داریم. چرا؟ چون یه 90% نتونستیم تقلیص کنیم، یه 10%. پس یک ادرار فوق‌العاده رقیق داریم. یک از علل عدم حضور ADH یا کمبود پروداکشن ADH که بهش میگیم cranial diabetes insipidus یا central diabetes insipidus که در اصل مربوط به مغزه یا هیپوتالاموسه یا ممکنه پیتوتری گلند باشه، ولی پیتوتری گلند چون یه مجرایی فقط برای رد شدن ADH که از هیپوتالاموس ترشح میشه خیلی نمیتونه درگیر باشه، ولی اصولا ببینیم که کازهاش چی هستن که پروداکشن ADH کم شده. ایدیوپاتیک میتونه باشه، برین تومور، همچنین برین اینجوری، هد اینجوری، سرجری، رادیوتراپی و برین مالفورمیشن، مشکلات ژنتیکی، infection مثل meningitis، encephalopathy و همچنین tuberculosis. پس central diabetes insipidus که باعث میشه که ما پولیدیپسیا داشته باشیم و excessive water مصرف کنیم و excessive urination داشته باشیم و normal ADH نداریم، به خاطر اینکه در واقع هایپوتالاموس نمیتونه به اندازه کافی ADH رو تولید کنه. حالا گفتیم به دلایل مختلف، میتونه فامیلی هیستوری باشه، یعنی موتیشن آف ADH جین باشه، انواع تومورها باشه، در غده پینال گلند حتی میتونه تومور داشته باشه و همچنین انواع تروماها و سرجری و رادیوتراپی و همچنین اینفکشن ها، همه اینها رو گفتیم میتونه عواملی باشه که باعث بشه در نهایت ADH کافی ترشح نشه و ما دیابتیس انسیپیدوس از نوع سنترال یا کرینیال داشته باشیم که مربوط به برین میشه.